خوش آمده این عزیز سوید لارزومند مستمی شما را همراه باشین تنها نگذارین. خوشبختانه دو مهمان عزیز در کنار ما هستن، هر یک آقای شعیب کاوش ایشان رئیس شورای اجتماعی زنان فعال کابلستان و بیشتر صحبت را باشین خواهیم داشت و همچنان بانو یلدا حکیمی که ایشان نماینده شورای اجتماعی زنان فعال کابل. بیشتر صحبت ها در مورد همی شورا می باشد و شما هم ما را همراه باشین. سلام، صبح بخیر، خوش آمدین. سلام علیکم، صبح شما بخیر. صبح بخیری خدمت شما و آن عزیزانی که از پردهای تلویزیونشان ما را تماشاگر هستند. ممنون شما بانو حکیمی. سلام. سلام خدمت شما و خدمت بینندگان تلویزیون، خوشحال هستیم که در حضورشان باز هم قرار داریم. ممنون تان آقای کاوش. خب بیشتر صحبت را با بانو حکیمی می داشته باشیم که چطور خواستن یک شورا هم شورای باشه به خاطر بانوان. مشنیم از شما. شورای ما در نخست نامش باید ذکر شود انجمن شورای انجمن اجتماعی زنان فعال کابل می باشه که مؤسس و بنیانگذارش خودم می باشم. خواست و هدف ما این بود که در اول ما خواستم که یک انجمن یا یک شورای جور کنیم تا سراسر جهان باشه تا اینکه طبقه قشر ناس بتونن که به صورت درست اینا کار کنن، هدف خود بتونن که اینا بیشتر ببرن و ای که سر خانما باید درست کار شود، چون ما بعض جایی هست که بسیاری از دختر خانما و خانمایی هستند که مشکلاتشان بیشتر است، نمیتونن که به صورت درست به کاری که میتونن اقدام کنن و هدف که دارن به هدف خود برسن. پس ما هم بالاخره به این نتیجه رسیدم که باید ما یک انجمن یا یک شورای تأسیس کنم که فعلا هم مدت یک سال میشه که انجمن تأسیس شده و افرادی که در اونجا کار میکنن تعداد دختر خانما هستن مکمل و از تعداد آقایان ما که دختر خانما بیشتر است و ما ایره فراخوان میدیم که همه دختر خانمایی که میتونن بیاین دروازه دفتر ما برشون باز است، اینا میتونن که به دفتر مراجعه کنن و امرای ما همکار باشن. ما تقریبا 20 کمیته داریم که در 20 کمیته مکمل دختر خانما کار میکنن و هر کدام دمو بخش خود میتونن که کار کنن. از جمله از 20 کمیته ما چند کمیته را میتونم بر شما یادآوری کنم که یک کمیته تخفیف برای پانتونا است، برای آنیده از دختر خانمایی که نو اینا مکتب تمام کردن و میخواین که به پانتونا را پیدا کنن. در اینجا ما بر از اینا تخفیف در نظر گرفتیم. در پانتونایی است که چند پانتون است، ما بر از اینا تخفیف در نظر گرفتیم. و دیگه ای که بخش کاریابی ما است، کسایی هستند که استعداد دارن، دختر خانم ها استعداد دارن اما نمیتونن که به صورت درستش وظیفه اجرا کنن. پس ما این زمینه رو مساعد ساختیم که بخش کاریابی هم داریم، دخترایی که میخواین که وظیفه اجرا کنن ما در این بخش اونا رو روان میکنیم. و دیگه این بخش خیاطی و حرفه هم داریم و همچنان فن بیان و سخنرانی. ما میتونیم که کسایی که علاقه مندی می داشته باشن که فن بیان بخوانن یاد بگیرن، ما در این عرصه اونا رو همکاری میکنیم، میتونیم که اونا رو ثبت راجستر بسازیم. و همچنان کمیته بنیاد ما است که ما از طریق انجمن خود به همکاری آقای کاوش ما میتونیم که از طریق بنیاد به آن عزیزانی که بی‌بضاعت هستند زیر فقر زندگی میکنن ما بر از اونا کمک بکنیم. بسیار خوب، کار نیکی است، واقعا کار خیلی خوب را شما پیش گرفتین. خب آقای کاوش میخوایم بپرسیم از این که چقدر مدت زمان میشه و در این مدت زمانی که آغاز به کار کردین فعالیت هایی را که بانو حکیمی اشاره داشتن دیگه هم فعالیت های دیگه که در راه هست شما میخواین به خاطر بهبود کارتان انجام بدین مشنیم از شما. من فکر میکنم که در کابل نهادها و جامعه مدنی به حد ساخته شده که تمام زنان و جوانان نگران از این شدن که ما به کجا سر بزنیم. به همین دلیل ما خواستیم که یک نهاد جور بسازیم. بله. و مطابق به می نهاد خواسته ها و اهداف زنان که در آینده های سیاسی حکومت حتی بر بگرده ما این برنامه را راه اندازی بکنیم. قبلا بانو حکیمی اشاره کردن که نهاد یک سال میشه از تأسیسش و در کنار از این که ما افتتاحیه هم میگیریم که در مجموع تمام نهادها، جامعه مدنی، خبرنگارا و همه موردی که برای جای نیاز هست تمام شما دعوت میکنیم که بیاین. و می دلیل ما این نهاد ساختیم که تا در ساختارها و فعالیتهای کلان مملکت این نهاد سر بزنه و امو دیدگاه و اندیشه سیاسی که یک دختر خانم داره و یا یک جوان داره یک به خاطر یک رای حل سیاسی پیدا شود.
به می دلیل ما این نهاد آماده کردیم در خدمت زنان، در خدمت جوانان که از این نهاد بتانند را پیدا بکنند در موقف های بلند دولتی، را پیدا بکنند بر خانه ملت، را پیدا بکنند به یک جامعه که او جامعه مقتدر باشه. خواست ما ایست که از نهادهای بین المللی و نهادهای خارجی است که تا نهادهایی که امروز در جامعه ساخته میشه باید حمایت همه جانبه صورت بگیره تا بتانیم اصل شایسته سالاری را در بین جامعه خود ترویج بدیم و دختر خانم ما را و تمام جوانایی که انگیزه سیاست دارن، انگیزه رفتن به یک اهداف بلند دولتی را داره ما برشان فراهم بکنیم. نگرانی که امروز در بین جامعه ما وجود داره است که یک چیزی در ذهن جوانا دغدغه شده است که وقتی کسی را پیدا میکنه در یک موقف بلند دولتی این فکر میکنه که شاید وابسته به یک خانواده سیاسی باشه، شاید وابسته به یک خانواده تجارت پیشه باشه. به این دلیل ما فراخوان میتیم که اهداف ما یکی هست و از طریق آرای مردم افغانستان، از آدرس مردم افغانستان این نهاد میتواند که یک نهاد متفاوت و این نهاد ما وابسته نه به کدام خانواده سیاسی است، نه وابسته به کدام سفارت خارجی است، فقط این نهاد برخواسته از مردم است و متعلق به مردم است و این نهاد صدای خاموش زنان افغانستان بلند میکنه تا یک حکومت با برنامه ساخته شود تا بتانیم که اصل شایسته سالاری را در بین جامعه خود قرار بدیم. خیلی خوب. خب بانو حکیمی، میخواییم در مورد پلان های آیندهتان هم بیشتر از شما بشنویم که دیگه چی پلان های روی دست دارین، چون کارهایی را که شما یاد کردین در طول یک سال تمامش انجام یافته بود. بله، پلان هایی که ما در آینده ها میگیریم، اولین پلان ما است ما باید افتتاحی خود بگیریم، سر افتتاحی خود کار میکنیم و بعد از این که افتتاحی ما صورت میگیره بعد از این ما تصمیم داریم که یک کار مکمل دست جمعی را ما شروع کنیم یا آغاز کنیم که مکمل برای جوانا باشه، خصوصا قشر آناست که اینا را ما بتونیم که سرپا استاد کنیم و به خواستا و اهدافشون برسانیم. از طریق همی انجمن و به کمک تمام همکارا و یگانه خواست ما ایست که از دولت مردا و آنی ده کسانی که در رأس دولت قرار دارن که چنین انجمنها و چنین نهادها را تشویق بکنن تا ای که ما یک نفر در پشت ما نباشد تشویق نکنه ما نمیتونیم به یک جای برسیم. دقیقا تو ما اگر نباشه نمیشه یک پیش رو تمام شد. ممنون شما. خب آقای کاوش، میخواییم به مردی ازی هم بشنم که فعلا فعالیتون در کابل است، درست؟ بله. در سایر ولایت‌ها هم دوست دارین که باشد و اگر میخواییم که وسیع تر بسازین، در ابتدا در قدم نخست پلان ریزی که شما کردین به کدام ولایت است و در حدود چقدر افراد با شما فعال هستن؟ در دفتر ما فعلا در حدود 7000 دختر خانم و جوانها شالست هستن که ما در 7000 کسایی که ما به دفتر شامل کردیم در مجموع 20 کمیته ما فعلا آغاز و فعالیت میکنند و ما 27 کمیته را تشکیل میدیم که 7 کمیته دیگر را شامل 20 کمیته میسازیم و برنامه های عملی البته ما داریم، برنامه های گام های عملی که برداشته شود از طریق گفتگوهایی که در خود اداره شورا صورت میگیره. در کابل ما فعلا یک دفتر داریم که به 12 سنتر است و همگی میتونه که مراجعه بکنه بیاین، فراخوان میتونه که برشان بیاین. ما این برنامه را یک برنامه چی نداریم که فرض مثال ما به یک جای پناه بکنیم، صرفا ما اول یک افتتاحیه کلان میگیریم و برنامه ما ای است که در 34 ولایت افغانستان نمایندگی داشته باشیم و در کابل هم یک چند جایی که مربوط به شغل مردم بیشتر میباشد، مردم زیاد رفت آمد میکنه، اونجا ما هم دفتر داشته باشیم تا یک نهاد مستحکم و پابرجا و با برنامه داشته باشیم. و می دلیل این کارا را در نظر گرفتیم و برنامه های عملی در جریان هست. البته در مجموع که چنین برنامه را ما طرح‌ریزی کردیم و این کمیته کس برتان یادآوری بکنم که هم سخنگو داریم، هم بخش مطبوعات داریم، رئیس دفتر داریم و همه موردی که در یک شورا نیاز هست تمامش ما آماده کردیم و در خدمت جوانا هستن که بیان امرای ما همکار شوند، کار کنن. اما ماشی را که ما در نظر گرفتیم من برشان میتیم تا اینکه یک انگیزه را بگیرن که یا بتونن بیان کار بکنن، زحمت بکشن تا در آینده ها
به یک موقف بلند برسن تا اینکه یک افغانستان با ثبات داشته باشه. ان شاء الله آرزو مسلمی کنه باشه. ممنون از شما از اینکه تشریف آوردین. ممنون بونا حکیمی. تشکر از شما. بخیر کاوش. ممنونتون. حالا هم وضعیت آب و هوا با هم یک جا تماشا میکنیم، دوباره برمیگردیم. ما رو همراه باشین و تنها نگذارید.